منوچهر آتشی در دوم مهر ماه سال 1310 در روستای دهرود از منطقه دشتستان استان بوشهر به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در بوشهر و هومه گذراند و سپس برای گذراندن دوره دانشسرای مقدماتی به شیراز رفت. در سال 1333 آموزگار شد و بعد از مهاجرت به تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به تحصیل پرداخت. آتشی با سروده خنجرها، بوسه ها، پیمان ها از کتاب آهنگ دیگر در سال 1339 به شهرت رسید. دوم مهر ماه 1310 در روستایی به نام دهرود در دشتستان جنوب متولد شد. خانواده ما جزء عشایر زنگنه کرمانشاه بودند که در حدود 4 نسل پیش به جنوب مهاجرت کرده بودند. پدرم آدم باسوادی بود. نام خانوادگی من به دلیل اینکه نام جد من آتش خان زنگنه بود، آتشی شد. سرگرد اسفندیاری که در جنوب به رضاخان کوچک مشهور بود، پدرم را به بوشهر انتقال داد و پدرم کارمند اداره ثبت احوال بوشهر شد. در سال 1318 به مکتب خانه رفتم و در همان سالها قرآن و گلستان سعدی را یاد گرفتم، ولی به دلیل شورشی که در آن شهر شد سال دوم را تمام نکرده بودم. از کنگان به بوشهر رفتم و در مدرسه فردوسی بوشهر ثبت نام کردم و تا کلاس چهارم در این مدرسه بودم و در تمام این دوران شاگرد اول بودم. کلاس پنجم را به دلیل تغییر محل سکونت در مدرسه گلستان ثبت نام کردم. کلاس ششم را نیز با موفقیت در دبستان گلستان به پایان رساندم و در همین سالها بود که هوایی شدم و دلم برای روستا تنگ شد و با مخالفت‌هایی که وجود داشت دست مادر و دو برادر و خواهرم را گرفتم و به روستا بازگشتم. بچه جنوب ایران هستم، بچه دشتستان هستم، اونجا متولد شدم و دوران کودکیم رو در اون بیابون ها و کوه ها گذراندم و با در واقع صدای شلوه های فایز دشتستانی روح همون مالکولی هایی شد و با قول حروف به شعر رو آوردیم. خب طبیعی هم بود، یعنی به غیر از شعر هم هیچ دوربر ما نبود. از اون شربه های فایز که من گفتم به شما تا لالایی های مادرها، همه اون سوک سرودها و غم سرودهایی بوده که در گوش ما از کودکی خوندن و روزگار هم کمک کرد در بزرگی هم خونده شد این مسائل. برای تا رسیدیم که دیگه قلقم کردن خانواده ما و اجداد ما رو، ما رسیدیم مدرسه 10 سال طول کشید و ولی من مکتب خانه رفتم و درسای قدیمی رو خوندم و بعد هم در 10 سالگی رفتم دبستان و منتها خوب چون به قول معروف باهوش بودم سریع این دوران تحصیل رو گذراندم در اطراف بوشهر و بعد بوشهر رفتم و در بوشهر در دبستان سعادت درس خوندم. این دبستان قدیمی که میگن همسن دارالفنونه همین سه کلاس داشت و
البته از همین سه کلاس خیلی آدم بیرون اومده که شما میشناسید، چون امسال صادق چوبک، امسال نجف دری بندری، امسال خیلی از نویسندهایی که مال جنوب از بوشهر هستن میشناسید، این از هم مدرسه درس خوندن. و بعدش من رفتم شیراز برای ادامه تحصیل دانشگاه مقدماتی و اونجا تمام کردیم و دوران جوانیمون و شروع شرای سیاسیمونم تو همون دوران بحران نفت و بحران نهزت ضد استعماری مصدق و اینها گذشت و توی همون سالهای 32-33 من دیپلم به استراد دانشگاه را گرفتم، معلم شدم و باز به بوشهر و اطراف بوشهر رفتم و همون سالها بود که من تقریبا میشه گفت اولین شعرام که چاپ شد در نشریات پایتخت شروع شد. بگن شعر رو از کودکی و نوجوانی می نوشتم، منتها روی همون دست همون فایز به قول خودم. ولی خب بعد که با راه روال نیما آشنا شدم دیگه کارم این سبک و سیاق خاصی افتاده. در سالهای اولیه کار آتشی، جنبش سیاسی اجتماعی ایران با پیامد شکست بزرگی درگیر بود. شعر خنجرها، بوسه ها، پیمان ها هم مثل زمستان اخوان برآمدی از شکست است. با این تفاوت آشکار که شکست را بر نمی تابد. راز این تمرد در برابر شکست در نگاه ایلیاتی شاعر دشتستانی نهفته است. در چنین نگاهی غرور و نومیدی، حماسه و مرثیه در هم آمیخته است. شاعر دچار درگیری درونی است. غروری زخمی اما پابرجا، نومیدی نستوه و شکننده. این درگیری در شعر مورد اشاره در حالتهای اسب و سوار، یعنی دو وجه درگیر، تصویر می شود. این تصویری است از حالت سوار، سرخورده و نومید، اما اسب با قصیل تازه خونه می کند، سر به آخر فرو نمی برد. نفس سرکش او را به تاخت و تاز می خواند. بیقرار انان گسیختگی هاست. با خنجرها، بوسه ها، پیمان ها و برخی دیگر از شعرهای آهنگ دیگر، عناصری از زندگی ایلیاتی جنوب سر از وزن پرتمطراق و فضای حماسی شعر در می آورند و توانایی های بکر شاعر را به رخ می کشند. گویی لورکای اسپانیایی راه دامنه های زاگرس را در پیش گرفته است. آشنایی با حزب توده تأثیرات بسیار زیادی بر من گذاشت. پس از کودتای 28 مرداد شعرهای زیادی برای این حزب با نامهای مستعار در روزنامه‌های آن روزها منتشر کردم و حتی در ایجاد انگیزه برای کارگران برای شورش نقش بسزایی داشتم. ولی با مسائلی که برای حزب توده به وجود آمد از این حزب فاصله گرفتم و فعالیت جدی سیاسی من به نوعی پایان یافت. من اکنون که این مصاحبه را انجام می دهم دوبار ازدواج کردم که هر دوبار بی ثمر بوده است. همسر اولم با اینکه دو فرزند از او داشتم که یکی از آنها فوت کرد، به دلیل اینکه من حاضر نشدم با او به آمریکا بروم از من جدا شد و دخترم شقایق نیز در حال حاضر در آلمان وکیل است. در سال 1361 ازدواج دیگری داشتم که آن هم به انجام نرسید. در آن سالها فعالیتم را با آموزش و پرورش آغاز کردم. البته شغل‌های متعددی را تجربه کردم. مدتی با صدا و سیما همکاری داشتم. مدتی مسئول شعر مجله تماشا بودم. مشاور ادبی نشریات و انتشارات مختلف بودم و در حال حاضر نیز در نشریه کارنامه مشغول است. هیچ کتابی نیست که در حوزه فعالیتم ناخوانده مانده باشد. در آخر هم میگویم اگر کسی به شعر علاقه‌مند است و حس می‌کند قریحه شعری دارد، به سراغ شعر برود. وگرنه به دنبال شعر رفتن کاری عبس و بیهوده است. اما گرازر باد از پشت تپه ها با زخم سم و دندان پر می کند به خشم گرشا در امید شاهین تشنگی می افشرد گلوی پرستوی هر نوید هر سنگ ناامید دل کنده از نوازش هم گشت ساقه ها سرشت روی پهلوی خود غرق بهت و خشم صحرا گشوده تا همه جا چشم انتظار می سازد از تبلور پندار ها سراب پایان هر خیالش اما جهنمی است بیچاره مند زیر نفس های آفتاب نه چشمه ای که صبح دم آواره گرد و شاد وصفش کند به نغمه صحرا نورد خیش
نه بنگ نهای چوپان غمگین کند هوای غروبش را ز آواز درد خویش، نه گله‌ای که پای کشان و نفس زنان سنگین کند سکوت شبش را ز گرد خویش، نه زنگ کاروان گرانبار خسته‌ای که از خواب خوش رماند آهوی خفته را غافل ز مرگ خویش. مطرود و دل گرفته همون دشت تشنه است، در خاطرات وحشی خود مند غرق خواب، هر باد می درد زتنش پاره چون مرگ، بیچاره مونده زیر نفسهای آفتاب. دفتر شعر آهنگ دیگر در سال 1339 منتشر شد. شمس لنگرودی درباره آن می نویسد: آهنگ دیگر مجموعه‌ای بود مشتمل بر یک مقدمه و 35 شعر، مجموعه‌ای که شاعر آن همچون همه شاعران رمانتیک سمبولیست آن روزگار به قول عبدالمحمد آیتی ستایشگر دیو هاست، از خان رنگین سلیمان می گریزد و با خدایان می ستیزد، از میان رنگ ها رنگ مطرود زرد و از میان جانوران گرگ را که در نظرش آواره ای از بند رسته است می بسندند. اما فرق آهنگ دیگر با دیگر مجموعه های رومانتیک دهه 30 بوده که اولا توجه بیشتری به شعر نیمایی در آن به چشم می خورد تا حدی که در چهار پاره های نوقدمایی او هم مشهور بود، و دیگر اینکه سورئالیسمی خام تقریبا در سراسر اشعارش موج می زد که بسا اوقات کتاب را به توده درهمی از تصاویر مبهم تبدیل می کرد، و همین دو عامل که یکی مورد استعمال نیماییون و دیگری مورد علاقه موج نوعی های جوان در راه بود، آهنگ دیگر را در سال 1339 در مرکز توجه بخش قابل توجهی از شعرخوانان قرار داد، به طوری که فروغ فرخزاد در مصاحبه‌ای درباره آن گفت: آتشی با دیوان اولش مرا به کلی طرفدار خودش کرد. خصوصیات شعرش به کلی با مال دیگران فرق داشت. مال خودش و آب و خاک خودش بود. وقتی کتاب اول او را با مال خودم مقایسه میکنم شرمنده میشوم. اما او نباید به تهران میآمد. در مجموعه آهنگ دیگر همه نوع قالب شعری دیده میشود. چهار پاره، نیمایی و سپید. اما همه اشعار ارزش یکسانی ندارند. در کنار اشعار درخشانی چون خنجرها، بوسه‌ها، پیمان‌ها، خاکستر، آهنگ دیگر که همتراز اشعار درخشان آن سالهاست، اشعار آشفته‌ای نیز دیده می‌شوند. آهنگ دیگر خط فاصل شعر نوقدمایی و موج نو با جاذبه‌های نیمایی بود و همین اختلاط کافی بود که چندین سال مورد توجه شعرخوانان پیگیر جناح‌های مختلف شعر نو واقع شد. اکنون اگر ننویسم از شقایق نورسته‌ای در این دهانه پل، فردا شاید بسیار دیر باشد. امروز اگر نگویم آن ستاره ناپیدا چه رازناک دمسازی یا سبرکه نزدیک است، فردا شاید بسیار دیر باشد. مدام و مدام به سنگ پرتاب شده ای فکر میکنم که می رود که با گنجشک فرود آمدن بیاموزد. اکنون اگر بر این شقایق نورسته اسرار این دهان هیولا را نکشایم، امشب چه دست گلی بدهم با آبهای کابوس خود. دو مجموعه آواز خاک و دیدار در فلق پی در پی به فاصله یک سال در اواخر دهه 40 منتشر شد، هنگامی که آتشی سر از پایتخت درآورده بود. آموزش در دانشسرای عالی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی. چند سالی تدریس در قزوین و سپس ماندگاری در تهران. قلم زدن در تلویزیون و مجله تماشا، نقد و بررسی کتاب و ترجمه در کنار تدریس. زندگی در تهران و نزدیک شدن به جامعه ادبی و روشنفکری آن روزگار آتشی را به سمت تجربه‌های تازه‌ای کشاند. دیگر در شعر او از آن روح حماسی کمتر خبری بود. دگرگونی کیفی در فرم و محتوا، زبانی اندیشمند، شاید در تأسی از شعر شاملو. در این دوره آتشی از وزن بیشتر فاصله گرفت. شعرهایش آن برندگی و جلای پیشین را که باب سلیقه آن روزها بود و در چند قطعه بیشتر رخ می نمود نداشت و نمی توانست داشته باشد. اما به اعتباری در روند رشد خود ژرف‌تر و درونی‌تر شده بود. این دگردیسی گرایش او را به سمت شعر ناب باز می‌تاباند.
در روستای چاهکوه بود که با عشق آشنا شدم و اولین شعرهایم نیست مربوط به همین دوران است. البته مسئله علاقه مندی من به شعر و شاعری به دوران کودکی هم باز می گردد. خیلی کوچک بودم که به شعر علاقه مند شدم، اما اولین تجربه عشقی در چاهکوه اتفاق افتاد. آن دختر نیز توجهی پاک و ساده دلانه به من داشت. او خیلی روی من تأثیر گذاشت و در واقع او بود که مرا شاعر کرد. سالها ترانه های زیادی سرودم و به دلیل نرسیدن ما به هم و ازدواج آن دختر با مرد دیگر و سرطانی که بعدها با آن دچار شد، رد پای این عشق در تمام اشعار من به چشم می‌خورد. پس از آن به بوشهر بازگشتم و دوره متوسطه را در دبیرستان سعادت به پایان رساندم. در آن سالها اشعارم را در روزنامه‌های دیواری که در آن مدرسه بود منتشر می‌کردم و حتی در چند تئاتر نیز نقش‌های ایفا کردم. در همین سالها اولین شعرهایم را در مجله فردوسی منتشر کردم و این شعرها محصول سرگشتگی در کوه‌ها و دره‌هاست که به صورت ملموس در اشعار من بیان شدند. وقتی که بزرگترین رمان قرن، رمان جویس نامیده میشه، یولیسس نامیده میشه، بعدا یولیسس چیه؟ یولیسس هم یه روی سکه دیگه هم اودیسه است. چون که مسئله از مسئله سفر جاودانگیه، سرگشتگی جاودانگیه که یک صورتش در اودیسه عمر پیدا میشه، یک صورتش در اودیسه فضایی پیدا میشه، یک صورتش در رمان یولیسس جویس پیدا میشه. اینا این دانش ها ما درست درک نمی کنیم، فقط بیم روی موضوع به شاهنامه و در خیلی بزرگیه، خیلی بزرگیه، اما تو موزه این موزه است در شمبسه. ای وقتی گاهی میریم سر میزنیم بازش میکنیم میریم سر میکشم باشم نگاهش میبینیم چی کار عملی باش کردیم، در حالی که با هر بیتش میشه کار کرد، با هر داستان کوچکش میشه کار کرد، ولی ما نبودیم، ما هر کار نبودیم. شد ما همیشه گفتم اهل دورگرایی و اهل اون عوالم خاص که میتونیم چیزی هم ازش بقول معروف آیده، نه ادبیات میشه نه علم میشه و نه دانش میشه. مجموعه شعر خاک در سال 1346 منتشر شد. کتاب نخست وی آهنگ دیگر با استقبال خوبی مواجه شده بود، تا جایی که فروغ میگفت من به موفقیت او غبطه میخورم. این موفقیت جدای از زبان تصویری محکم چند شعر کتاب به پاس فضای ویژه جنوبی اشعار بود که تا آن روز بعد از نیما که وصف شمال را میکرد در شعر نوی ایران سابقه ای نداشت. رضا براهیمی درباره مجموعه آواز خاک نوشته است: آتشی گرچه مزامین تازه‌ای بر مزامین قبلی نیفزوده است و کارش ادامه همان محتوای آهنگ دیگر است، ولی بدون شک و در بعضی شعرهای آواز خاک به فرم منسجم ذهنی و عینی دست یافته، از پراکندگویی‌های آهنگ دیگر تا جایی که جهانبینی محدود ادبیش اجازه می‌داد احتراز جسته و در حدود مقدورات خود کوشیده است که به سوی زبان مشخص شعری حرکت کند و این زبان مشخص را در بعضی از شعرها به دست آورده است. اکنون آتشی در ماجراجویی برای شکل به راه یدالله رویایی پا گذارده است. آتشی در کتاب اخیر خود اشتهای کاملی برای به کار گرفتن شیوه های دیگران از خود نشان داده است، اما استفاده او خاص خود اوست و مهر او را بر خود دارد. مجموعه شعر دیدار در فلق در سال 1348 منتشر شد. در این سال دو مجموعه شعر از منوچهر آتشی چاپ شد. نخستین گزیده‌ای بود با نام بر انتهای آغاز که به سبب اغلاط فراوان چاپی و اشکالات فنی دیگر شاعر از توزیعش جلوگیری کرد، و دومین مجموعه دیدار در فلق در سال 1349 از طرف تلویزیون ملی ایران به عنوان بهترین مجموعه شعر منتشر شده در سال 1348 برگزیده شد. منوچهر آتشی از شاعران فعال و به نام دهه 40 بود. او شاعری بود که دو طیف متضاد موج نوعی ها و هواداران شعر سیاسی شعرش را قبول داشتند و در جنگ های خود از او یاد می کردند. با این وصف طبیعی بود که دیدار در فلق بازتاب گسترده‌ای در محافل روشنفکری داشته باشد. از پلکان مدائن فرود می آیم، نانی نخواسته بودم، تنها فروغ و فسفوری عدل فراز سردر ایوان چشمان زود باورم را فریفته بود.
و بر کنار دجله آرام و تلخ کام قدم می زنم. تنها الاغ‌های فرتود تن به سلسله عبد می سایم تا خارش جرب را وقتی فرو نشانم. ونگاه کنج طویلهی و باف قصیلی روح فقیر اونها را کافیست. سگ را تنها برای گدایان و یاغی ها از بند می گشایم. وقتی که سنگ را البته بسته باشم، زیرا که بوی ارباب ها و اولاب ها همیشه یکیست و آشنای نشان سگ. آتشی که معرف شعر ناب و آریا آریاپور در هفته نامه تماشا بود، پیرامون نوع شعر او نوشت: سخن بر سر شعر بی‌وزن یا باوزن نیست که حدیثی است کهنه. اینک و اینجا سخن از شعر ناب است، شعری از حس‌ها و چگونگی گره خوردنشان با نشانه‌ها که عناصر طبیعت باشد. اما در اینجا عناصر طبیعت نیز چنان با خیال و حس می‌آمیزند که بازشناختشان از کلام دشوار است. شعر آریاپور شعری است جوان اما زنده و به سرعت جاری به سوی کمال، و آنچه بعد از این باید باشد سلطه‌ای بر زبان است که در خلوت دانایی میسرش خواهد شد. آتشی نام خود را پژواک نام نیما می‌داند. در دفتر شعر زیباتر از شکل قدیم جهان زیر عنوان یادداشت برای خواننده و احتمالاً منتقد، نکته‌های آمده است که خواننده را به دیدگاه‌های او نزدیک‌تر می‌سازد. او می‌نویسد: کسانی از دگرگونی شعر من یا سبک و سلیقه من در مقایسه با گذشته‌های دور سخن گفتند و می‌گویند من می‌گویم چنین نیست. اما اگر در این مدعاها وجهی از واقعیت موجود باشد، می‌بایست جور دیگری مطرح شود. من هرگز از بیرون وارد شعر نمی‌شوم، بلکه از درون شعر به بیرون سرک می‌کشم. من 50 سال است محاط در شعرم. همه چیزم را به پایش ریختم و این ادعا نیست. خیلی ها می دانند در واقع من استمرار بلا انقطاع شعرم. من و شعرم در هیئتی جدایی ناپذیر مثل یک جریان در بستر زمان و مکان می غلطیم و می رویم. آتشی در این 15 سال اخیر از مرگ می سرود. گویی حس می کرد که به پایان رسیده است و رسید. کلمات اما آتشی را به جهان برمی گردانند. خود می گوید همه راه ها همیشه با آخرین قدم ها آغاز می شوند. با تپه های سوختش، با نرست ها، با موج ماسه های برشته، با سینش گذرگه اسبان و باد ها، دشتی فریب خورده هر عبر، دامن گرفته بخشش هر باد هر زراب، جز خار و خسه گرچه نباشد تن داد قهد سالی جاوید را، بیچاره مانده زیر نفس ها یافتا. در شاهنامه اون عنصر اصلی و قویش اینه که جهانیه. یعنی شما میدونی که سام وقتی بچه شو میدازه بیرون، زال میاد میره با کی ازدواج میکنه؟ با رودابه، یعنی با نواده زحاک. نواده زحاک یه ملاره بسر ماه بود. یا وقتی فریدون کشور را بین فرزندانش قسمت میکنه، بین 3 برادر قسمت میکنه. تور که تورانیان باشن اصلا دشمن ما نیستن به زحاک، با اون که ان ایران خونده میشن، ولی باز برادر ایرجن، ایرجو میکشن اما برادر ایرجن. یا اونی که برمیگرده میره روم، تو اون باز برادر ایرج هست. توجه میکنیم شاهنامه این کمچو خاصیتی داره که این واقعا عنصر جهانیه. حتی وقتی به اسکندر میرسه، اسکندر مثلا جزو برادران داریش میارن، یعنی هم در نظامی هستن در شاهنامه. اسکندر و مقدونی یونانی و بیگانه نمیدونن. این خصوصیت زیبا در شاهنامه هست. این جای خصوصی، این جای تحقیقیه، ولی این کار هنری نیست. کار هنری کردن با شاهنامه مهمه. ما یک اجرا میخواه از شاهنامه.
شمس لنگرودی در مصاحبه‌ای درباره منوچهر آتشی میگوید: شهرت منوچهر آتشی بیشتر در دهه 30 بود، یعنی همان زمانی که با شعر نیمایی آشنا شد. آتشی تا نیمه دوم دهه 50 به همین سبک شعر می سرود تا اینکه در آن دوره با موج نو که به آن شعر ناب هم می گویند آشنا شد. یعنی به طور کلی دوره ادبی آتشی را می توان به دو دوره تقسیم کرد. یکی از آغاز آشنایی وی با شعر نیمایی تا دهه 30 و یکی هم دوره دوم که مصادف شد با سرودن شعرهای موج نو. آتشی در دهه 50 و مدت کوتاهی قبل از انقلاب و در دوره انقلاب تهران را ترک گفت و به بوشهر رفت. بعدها در سال 63 یا 64 بود که من برای اولین بار آتشی را در یک مهمانی دیدم و دلیل این مسئله را از وی پرسیدم. در آن زمان آتشی حرف جالبی به من زد. وی گفت: هر انسانی خودش را از بین میبرد و خودش هم باعث اوج گرفتنش میشود. نوع زندگی من مرا از بین برد. در واقع آتشی زندگی خصوصی خوبی نداشت، به خصوص اینکه فرزند پسر وی از دوران بچگی مریض بود و در جوانی فوت کرد. منوچهر آتشی در یادداشتی می نویسد: شعر من آواز مستمر وجود من است. در جهانی که وجود مرا از وجود دیگران می پردازد و ادامه می دهد. دیگرانی که به هم پیوسته و تنهایند، چون تنهایند به هم پیوستند و تنهاییشان می شود شعرشان. سرانجام منوچهر آتشی در روز یک شنبه 29 آبان ماه سال 1384 بر اثر ایست قلبی در سن 74 سالگی در بیمارستان سینای تهران درگذشت و در بندر بوشهر به خاک سپرده شد. وی چندی قبل از مرگش در مراسم چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار ادبیات معرفی شده بود. Thank you.